من میخوام بریم یک تصویر رو بگیریم که این تصویر به ما نشون بده که چطور یک نوع تا... تکاتف و یک نوع انسجام اجتماعی رو در خودمون به وجود بیاریم تصویر بسیار عجیبی است وقتی که نگاه میکنی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد یک قومی سخن میگه در مورد اینها میگه که آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار یک میزانی رو یک ترازوی رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و در بین ما میذاره آقا میخوای بدونی که توی مؤمنی یا نه تو آیا انصاریان رو دوست داری اگر انصاریان رو دوست داری تو مؤمنی اگر از انصاریان بدت میاد تو منافقی هر کسی که از صحابه انصار پیامبر اکرم صلی الله علیه و از یکی از اونها یا از همه اونها متنفره یا فوششون میده یا خوشش نمیاد این منافقه عجب هر کسی که همه انصاریان رو دوست داره زن و مرد و فقیر و غنی و هر همشونو بدون استثناء اون مؤمنه عجیب حکایتی است مگه این انصاریان کی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید الانصار لا يحبهم الا مؤمن انصاریان رو دوست نداره مگر مؤمنان ولا یبغضهم الا منافق و از اونها متنفر نیست مگر منافقان فمن احبهم احبه الله کسی که انصاریان رو دوست داره خداوند اون رو دوست داره و من ابغضهم ابغضه الله و کسی که انصاریان رو دوست نداره خداوند اون رو دوست نداره انصاریان کیان که پیامبر این همه بهشون بها میده و اونها میشن ترازوی سنجش ایمان ما تا به روز قیامت میریم ببینیم سری بزنیم به تاریخ برگرد با من بریم بریم به 1442 سال پیش 1442 سال پیش دقیقا چه اتفاقی افتاد مجموعی از افرادی که در مدینه منوره مسلمون شدن پیامبر رو ندیدن یعنی از صحابه نیستن هنوز احکام اسلام کامل نشده یعنی هنوز اینها شراب میخورن یعنی همشون شب رو شراب زده بودن روز رو با هزار دیگه کارهای دیگه هم کرده بودن اومدن نشستن دور هم این افراد که از صحابه نیستن و با هم نشستن فکر میکنن بچه ها بله مشکل اینا چیه؟ دقدقه اینها چیه؟ ما تو شهر و دیار خودمون زندگی میکنیم تو خونه های خودمون هستیم با زن و بچه آرام زندگی میکنیم دونید کتوگ مکه چه خبره؟ توی مکه برادرهای ایمانی ما مورد شکنجه قرار میدن گرفتن کریشیان برادرهای ما رو زندان کردن اونها رو شکنجه میکنن اونها رو آزار و اذیت میکنن رسول الله صلی الله علیه وسلم جانش در خطره عزیزان ما جانشون در خطره چیکار کنیم بچا مرتونگی ما کجاست ما چرا زنده ایم که جزئی ای از پاره تن ما چنین در عذاب باشه چرا اونها رو نیاریم تو شهر خودمون خب شهر ما شهر کوچکیه دارایی های ما خونه های ما کوچیکه هر یکی از ما یه نیمی باقی چند تا درخت خرمایی بیشتر که نداریم عزیزان من هر چی داریم مرد مردانه با اونها تقسیم میکنیم میان تو خونه های ما میان تو باقای ما زندگیمون رو باشون تقسیم میکنیم اتفاق اتفاق اینا انصاریان گروهی رو اعزام میکنن که شما برید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دیدار داشته باشید و به پیامبر بگید که کسی متوجه نشده در شب تار با پیامبر بشینید و این پیشنهاد ما رو به پیامبر بدید که یا رسول الله شما و تمام مؤمنان مهاجر مؤمنان بیایید هجرت کنید بیایید پیش ما سینه های ما خانه شماست قلب های ما آشیانه شماست و برای دفاع از شما اول خودمون دفاع میشیم یعنی دشمن نخواهد به شما رسید مگر اینی که از سر جسد, جسد, جسد ما و خانواده ها و زن و بچه رد بشه شما ما از شما دفاع میکنیم اینا اومدن پیامبر رو باش حرف زدن پیامبر رو قانع کردن که بیایید به مدینه منوره الان صحنه اجرای این واقعیت رو ببینیم تاریخ میگه ما نزل مهاجر على انصاری الا بقرعه یک جمله است در تاریخ اما این جمله تصویری است گویا که قرآن در مقابل اون میاد آیت سوره حشر میاد و یک این تصویر رو برای عبد و در به تصویر میکشه و به ما میگه که اینها کی بودن والذین تبوء الدار والایمان من قبلهم اونهایی که خونه هاشون رو ایمانشون رو بسترش رو آماده کردن قبل از اینی که مهاجران به حرکت در بیفتن یحبون من هاجر الیهم کسایی که به اونها به طرف اونها هجرت میکنن عاشقشن اون رو دوست دارن ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتو و در هایشون هر چه دارن رو برای اونها میدن و یعطیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه در بدترین حالت نیاز خودشون خودشون شب گرست نمیخوابند اما نمیذارن برادر مهاجرشون یه برادر مسلمانشون بیاد و سر گرست نمی بر بالین بذاره اینهایی که چنینند ببین که قرآن اونا رو چه میگه فاولائی هم المفلحون اینهان رستگاران